رویداد تازه‌ای که دوباره در پنجشیر خبرساز شد. موج خرید فروش ویزه سیاه در بازار. وزارت داخله آلمان پذیرش 2600 افغان و خانواده هایشان را تایید کرد. عرضه محموله زرین افغانستان در بازار زیرزمینی ایران. افغانستان دلیل برکناری وزیر خارجه بریتانیا. برادر خوب استم، خبرها دروغ است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. موج خرید و فروش ویزه سیاه در بازار. هرچند فعالیت بسیاری از سفارتخانه ها در کابل بسته است، اما ظاهرا کاروبار فروش ویزه گرم است. همزمان با بسته شدن فعالیت های بسیاری از سفارتخانه ها در کابل، شمار درخواست دهندگان ویزه کشورهای دیگر رو به افزایش است. شماری از شرکت های گردشگری می گویند که اکنون تنها ویزه پاکستان به گونه قانونی دریافت می شود، اما ویزه شماری از کشورهای دیگر به بهای بسیار بلند، حتی بیشتر از $1000 در بازارهای سیاه خرید فروش می شود. شماری از شهروندان کشور با تایید این چالش از کشورهای بیرونی می خواهند تا با از سرگیری فعالیت هایشان برای صدور ویزه، چالش های آنان را حل و به بازار سیاه خرید و فروش ویزه پایان بخشند. محمد آرون، یکی از باشندگان کابل، می گوید هرچند ویزه پاکستان را دارد، اما بدون سند عبور از دروازه ترخم اجازه نیافته است تا از کشور بیرون شود. وی ادعا دارد که شماری از افراد در نزدیکی سفارت پاکستان این سند را در برابر پول به فروش می رسانند. محمد آرون گفت مردم از یک ماه تا دو ماه اینجا منتظر هستند. آنها ویزه دارند اما نمی مانند که از ترخم بگذارند. یک بازار سیاه جور کردن و $200 تا $300 می گیرند و بعد اجازه نامه می دهند. شفی صمیم، مسئول یکی از شرکت‌های سیاحتی، می‌گوید که تنها احتمال دریافت ویزه پاکستان به گونه قانونی وجود دارد، اما ویزه شماری از کشورهای همسایه در بازار سیاه خرید فروش می‌شود. با گفته وی، در این بازارها ویزه پاکستان تا $350، تاجکستان تا $400، ازبکستان تا $1350 و ترکیه تا $5000 خرید و فروش می‌شود. بهای ویزه پاکستان بیش از $15 از هندوستان، $20 از تاجکستان و ازبکستان، $70 و از ترکیه $120 بود. شفی صمیم گفت قیمت واقعی ویزه تاجکستان $60 است، اما در مارکت $350 تا $400 عرضه می شود. ویزه ترکیه قیمت واقعیش $120 است، اما در بازار سیاه تا $5000 هم فروخته می شود. اینها رازهای هستند که شرکت ها نمی دانند و تنها هماهنگ کننده های دست اول آن را می دانند. وزیر داخله آلمان پذیرش 2600 افغان و خانواده هایشان را تایید کرد. 8 صبح کابل. وزارت داخله آلمان پذیرش حدود 2600 مدافع حقوق بشر، هنرمند، روزنامه‌نگار، دانشمند و سایر افراد در معرض خطر را تایید کرده است. به گزارش دویچه وله، این افراد و همچنین افسران و کودکانشان اقامت آلمان را دریافت می کنند و نیاز نیست که در آلمان تقاضای پناهندگی بدهند. سخنگوی وزارت داخله آلمان به خبرگزاری آلمان گفته است که به همه افرادی که در فهرست حقوق بشر وزارت خارجه آلمان شاملند، روز سه‌شنبه وعده رسمی اقامت آلمان داده شده است. آلمان در پروازهای تخلیه نظامی 4587 تن را از کابل کشیده بود. از این میان 3849 تن افغان و 403 تن دیگر آلمان بودند. بخشی از همکاران محلی ارتش آلمان و دیگر ادارات آلمانی نیز شامل این افراد بودند. طالبان کمک‌های بشردوستانه و پنجشیر فرستاده و شبکه‌های مخابراتی فعال شود. کابینه گروه طالبان فیصله کرده است تا کمک‌های بشردوستانه به ولایت پنجشیر فرستاده و محدودیت بر
فعالیت شبکه های مخابراتی در این ولایت برطرف شود. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از خبرگزاری باختر، این فیصله در نشست روز گذشته چهارشنبه 24 سنبله کابینه طالبان که بر ریاست محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه برگزار شده بود اتخاذ شده است. در این نشست هدایات لازم در خصوص اعزام خبرنگاران و پنجشیر هم صادر شده است. اعضای کابینه طالبان همچنین فیصله کردند که برای حفاظت جان تجاران، صرافان و کارشناسان و کادرهای شناخته شده اقدامات ضروری روی دست گرفته شود. محمد حسن آخوند در این نشست و سرپرست وزیران و سایر مسئولان طالبان هم دستور داده است تا در امور رسمی توجه جدی کنند. عرضه محموله زرین افغان در بازار زیرزمینی ایران. یک سایت خبری موسوم به صدای میراث ادعا کرده است که حدود دو ماه پیش یک محموله 12 کیلوگرمی از آثار زرین افغانستان شبه آثار طلاتپه که گنجینه باختر از آن ساخته شده وارد ایران شده است. این سایت خبری ایرانی روز چهارشنبه 24 سنبله در گزارش گفته است که این محموله 12 کیلوگرمی شامل دو عدد دستبند زرین مزین به نقوش حیوانی با سر اژدها و فیروزه‌کاری شده، یک عدد گردن بند زرین با نقش و سوژه اژدها و فیروزه‌کاری شده، یک عدد کمربند با نقش اژدها و 8 عدد گوشواره زرین مزین به سنگ‌های فیروزه و دکمه‌های زرین و آویزهای زرین البسه است در شهر مازندران ایران دیده شده است. افغانستان دلیل برکناری وزیر خارجه بریتانیا. به نقل از منابع، وزیر خارجه بریتانیا به دلیل اینکه هنگام سقوط افغانستان در تعطیلات به سر می برد و هزاران ایمیل ناخوانده داشته است، از سمتش برکنار شده است. بی بی سی و رویترز گزارش دادند که دومنگراف وزیر خارجه بریتانیا هنگام حمله طالبان به کابل در تعطیلات به سر می برد و هزاران ایمیل ناخوانده شده از افرادی که درخواست کمک می کردن و می خواستن افغانستان را ترک کنند باز نکرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دومینگ راب را از وزارت خارجه به وزارت عدلیه و معاونت نخست وزیری منتقل کرده است. و در پایان، معاون نخست سرپرست رئیس الوزرای طالبان خبرهای مبنی بر کشته شدنش را تکذیب کرد. با گزارش اسپوتنیک، ملا عبدالغنی برادر معاون نخست سرپرست رئیس الوزرا در گفتگوی تلویزیونی خبرها مبنی بر کشته شدنش را رد کرده و گفته است که تبلیغات است. برادر روز چهارشنبه گفته است که خبرهای نشر شده از سوی جناح‌های ضد طالبان است. معاون سیاسی طالبان در گفتگو با خبرنگار در مورد خبرهای نشر شده، نه، تمام خبرها دروغ است، من صحتمند هستم. و ای گفت که هیچ اختلاف درونی وجود ندارد و روابط آنها با دیگر سران طالبان خوب است.